thank you جهانی بی بی سی در گزارشی به نقل از اسناد محرمانه درس کرده به بیرون که به نظر میرسد نیروهای سرکوبگر آن را نوشتند گزارش داد که سه نیروی حزب الله به نامهای آرش کلهور، صادق منجزی و بهروز صادقی نیکا شاکرمی را در یک کامیون یخچالدار مورد تعرض قرار دادند، او را کشتند و پیکرش را در خیابان رها کردند. سر تیم گروه سرکوبگر تیم دوازده نیز مرتزا جلیل معرفی شده است. پیکر بیجان نیکا شاکرمی 16 ساله نه روز پس از ناپدید شدن در جریان خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در پاییز 1401 پیدا شد. مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که او خودکشی کرده است. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی به نقل از اسناد بسیار محرمانه آمده است که پرونده نیکا شاکرمی در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و به نامهایی که در کشتن او نقش داشتند و همچنین فرماندهان ارشدی که برای پنهان کردن حقیقت تلاش کردند اشاره شده است این گزارش میگوید که فیلمهایی از نیکا در روز 20 سپتامبر 2022 در حوالی پارک لاله وجود دارد اما او در آن زمان نمیدانست که تحت رصد نیروهای سرکوبگر قرار دارد تا به دلیل نوع رفتار و تماسهای مکرر تلفنی به عنوان سردسته اعتراضات او را دستگیر کنند بر اساس این گزارش نیکا پس از دستگیری به یک بازداشتگاه موقت انتقال داده می شود اما به علت تکمیل ظرفیت پذیرش نمی شود سپس به یک مرکز نگهداری بازداشتی ها انتقال می یابد اما از پذیرش او خودداری می کنند. در نهایت به تیم دوازده گفته می شود او را به زندان اوین ببرند اما هیچ این اتفاق نمی افتد و پس از مدتی از کامیون یخچالداری که در آن نگهداری می شود به بیرون پرتاب می شود در گزارش سرویس جهانی بی بی سی آمده است که نیکا پس از دستگیری با دست بسته در کامیون یخچالدار نگهداری شده و از آنجایی که برای آزادی تلاش می کرد یک معمور روی او می نشیند و همزمان به آزار و تعرض به او مشغول می شود. سه معمور سرکوبگر در این فضا که در اسناد بسیار تاریک توصیف شده حضور داشتند و گفته شده که نیکا همچنان به دفاع از خود ادامه داده تا جایی که معموران با باتون به او ضربه می زند. در این گزارش رئیس تیم دوازده مرتزا جلیل معرفی شده که کنار راننده نشسته بود در یکی از مدارک که لوگوی سپاه در سربرگ آن دیده می شود بخشی از اظهارات بهروز صادقی آمده است او میگوید بنده همراه دیگر اعضای تیم داخل یخچال بودیم کاملا تاریک بود و فقط با نور موبایل همدیگر را میدیدیم بعد از آنکه از بازداشتگاه بسیج متهمه را سوار کردیم تا ما را دید فوش ناموسی داد آرش کلهور با جوراب دهان او را بست اما همچنان لگد میزد صادق او را کف یخچال خواباند و رویش نشست تا اوضا کمی آرام شد اما چند دقیقه بعد نمیدانم چه شد که دوباره دست و پا زد من نمیدیدم چه میشود فقط صدای زد و خورد میشنیدم آرش کلهور نیز در این اسناد گفته که برای لحظه ای موبایلش را روشن کرده و دیده که صادق منجزی همانطور که روی متهمه نشسته است دست دستش در شلوار اوست او در ادامه میگوید که صدای خوردن باتون به متهمه و اتاق یخچال را میشنیده و خودش هم مشغول مشتلگت زدن بوده است سرانجام کشته شدن نیکا شاکرمی به مرتزا جلیل اطلاع داده می شود و او برای سومین بار با مقر سپاه تماس میگیرد و با نعیم شانزده صحبت میکند نعیم شانزده به جلیل میگوید که همین حالا هم در پایگاهش کشته دارد و نمیخواهد تعداد کشته ها به 20 نفر برسد او به جلیل میگوید که جسد را به خیابان بیندازید در این گزارش نعیم 16 نام مستعار محمد زمانی از فرماندهان سپاه عنوان شده است جلیل در اظهاراتش میگوید که پیکر نیکا را در خیابانی خلوت در نزدیکی بزرگراه یادگار امام رها کردند سرویس جهانی بی بی سی در گزارش خود به این نتیجه رسیده که تعرض باعث درگیری منجر به کشته شدن نیکا شاکرمی می شود و از هر سباتون و از هر شوک الکتریکی در این درگیری استفاده شده اما روشن نیست کدام ضربه منجر به کشته شدن او شده است اسخر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگوی قوه قضاییه پس از هم دو سنای فراوان رئیس قوه قضایی خامنهای و مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین تعریف از خدمات قوه قضایی در دوره اجی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است گفت رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم و می میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عف شود به افزود با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ده سال در حبس است اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات زی در خصوص استرداد اموال درخواست اف محکوم و اله بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد این رویکرد قوه قضایی در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همان زمان مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن پنج گوسفند اجرا کرده بود پیش از این قوه قضایی اعلام کرد بابک زنجانی با اتهام اختلاس و فساد مالی به اعدام محکوم است اما در سال گذشته مقامات غذایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که امکان عفو بابک زنجانی متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه 90 خورشیدی به اعدام محکوم شد در صورت پرداخت بدهی ها وجود دارد. قلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی دوشنبه سیام بهمن سال گذشته در نشست شورای عالی این نهاد گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و این اموال کفاف بدهی ها و خسارت های او خواهد بود و اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم اضافه می آید. بابک زنجانی پیش از این اعلام کرده بود که در پنج یا شش کشور میزان چهار میلیارد دلار دارایی دارد. رئیس قوه قضایی در این نشست گفت که در این مدت هیئت‌هایی برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها اعزام می شدند. اما اموال وجوهاتی از او نمی آفتند. احتمال آزادی بابک زنجانی در حالی است که او به عنوان مفسد اقتصادی 16 اسفند 1394 در دادگاه بدوی به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. 16 همه فروردین 1395 نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. زمزمه های آزادی بابک زنجانی در حالی است که پیش از نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شدند و قوه قضایی ادعا کرد که آزادی آنها بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است. روزنامه همیهن در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که رکورد تورم ثبت شده در اقتصاد ایران از سال 1322 تا کنون بی سابقه بوده است. همیهن نوشت یک سال از این ده فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می دهد. نه تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80 ساله نرخ تورم توسط دولت 13 هم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. این رکورد از سال 1322 تا کنون بی سابقه بود است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49 ممیز 14 درصد بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بود است. آماری که به آن اشاره می شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سینزده در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می کرد. بنابراین هرچند بر اساس نرخای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکورد شکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکورد زنی را به تصویر می کشد. استناد این روزنامه به جدابل بانک مرکزی است که به نوشته روزنامه سال پایه در نظر گرفته شده در جدول بانک مرکزی 1395 است در حالی که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده و بر همین اساس دولتی ها تاکید می کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است این روزنامه تاکید می کند با سال پایه 1400 نیز بنابر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود همیهن می نویسد اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنابر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی کند شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد به طوری که از 42 ممیز 8 درصد رشد در مهر 1400 به 27.5 درصد در, در بهمن 1402 افت پیدا کرد. همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود 8 میلیارد دلار بود قاعدتا تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد روزنامه هممیهن نامگذاری سالها توسط علی خامنه ای را نیز در خدمت ابراهیم رئیسی توصیف کرده و نوشته است که در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت احتمام ویژه تری برای کنترل گرانی ها به خرج دهد طبق بررسی های ناظران از خبرهای منتشر شده در حوزه فقر و نابرابری نشان می دهد که با تمام این موارد نه تنها اتفاق خاصی در کاهش تورم رخ نداده است بلکه تجربه زیستی مردم در اقتصاد ایران هیچ شباهتی با ادعای مقامات ندارد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به وضعیت فقر در کشور پرداخته و نوشته که کالری مصرفی بیش از نیمی از مردم ایران در سال 1401 کمتر از استاندارد جهانی بوده است. این گزارش همچنین نوشته که خط فقر در تهران از 10 میلیون تومان در سال 1401 به بالای 51 میلیون تومان در سال 1402 رسیده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که طبقه متوسط در ایران در حال فروپاشی است چرا که بنابر این گزارش تورم سالهای اخیر بیشترین تاثیر را در این طبقه داشته و خیلی عظیمی از آنها را به زیر خط فقر سوق داده است روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت نوشت که تاکنون حدود 5 میلیون متقاضی ورود طرح مسکن ملی شناسایی شدند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش های مکرر قیمتی موفق به خرید مسکن مطابق با ساز و کارهای بازار نشدند این روزنامه نوشته است که از اوایل دهه 90 تا کنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشتند. بنابر گزارش این روزنامه افرادی که از طرح مسکن ملی انصراف دادند حتی توان پرداخت چهل میلیون تومان پیش پرداخت به این طرح را نداشتند. با افزایش قیمت تمام شده ی مسکن ملی از چهار میلیون تومان به 15 میلیون تومان و وضعیت بحرانی معیشت باعث شده است تا متقاضیان مسکن ملی توان پرداخت را نداشته باشند و همین موضوع عاملی بود تا رسانه ها از قرار گرفتن کارگران در نوبت حسب از طرح ملی مسکن خبر بدهند. بر اساس این گزارش در طرح مسکن ملی که از وعده های ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات 1400 بود تنها کارگران در معرض حسب قرار ندارند. بر همین اساس روزنامه دنیای اقتصاد در آبان ماه سال گذشته نوشته بود که در دو سالگی طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال حجم عرضه مؤثر 600 هزار واحد و تقاضای مؤثر نیز 650 هزار نفر است. این روزنامه تأکید کرد که طرح ساخت مسکن ملی دو ساله شد اما تقاضای پای کار و تیراژ ساخت هر دو کمتر از نصف هدف مصوب است بنابر گزارش ها عامل اصلی حذف این افراد افزایش قیمت تمام شده ی مسکن ملی است چرا که قراردادهای اولیه ی ساخت مسکن ملی در سال 1400 بر پایه ی هر متر مربع چهار میلیون و 500 هزار تومان منعقد شد اما در ادامه به بالای 15 میلیون تومان افزایش یافت دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا روز سهشنبه 11 اردیبهشت در کمیته روابط بین و دفاع مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد بریتانیا نباید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروه های تروریستی اضافه کند زیرا این امر باعث پایان دادن به روابط دیپلماتیک با ایران خواهد شد به حفظ روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را ضروری خواند وزیر خارجه بریتانیا عنوان کرد ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل تحریم کرده ایم و وقتی از پلیس و سازمان های اطلاعاتی و سایرین میپرسم آیا این اقدام اضافی تروریستی خواندن سپاه پاسداران ضرورت دارد پاسخ منفی است وی با بیان اینکه تروریستی خواندن سپاه به روابط دیپلماتیک لندن با تهران پایان میدهد گفت ما می این سطح گفتگو را حفظ کنیم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران نه تنها روی کرده ما را تقویت نمی کند بلکه از بسیاری از جهات آن را تضعیف می کند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین استدلال کرده است که در مواقع بحران به ویژه در ارتباط با نبردهای اسرائیل و قزه مهم این است که او بتواند تلفن را بردارد و با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صحبت کند او همچنین تاکید کرد وقتی نوبت به کاهش تشدید درگیری ها می رسد وقتی صحبت از پیام های مستقیم به ایرانی ها می شود به سراحت می گویم من خودم می خواهم این گفتگو را داشته باشم و نمی خواهم به همتای فرانسوی هم زنگ بزنم و بگویم آیا می توانی این پیام ما را به ایرانی ها برسانی؟ وزیر خارجه بریتانیا خاطر نشان کرد قطع رابطه دیپلماتیک با ایران به نفع بریتانیا نیست زیرا روی کرده این کشور را تقویت نمی کند و از بسیاری جهات آن را حتی تضعیف می کند. کمران ضمن اشاره به فهرست نسبتا کوتاه کشورهایی مانند آمریکا کانادا و بحرین که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند گفت بعضی وقتها کشورهایی را میبینم که با ایران روابط دیپلماتیک ندارند و به ایرانی ها پیام میدهند و ایرانی ها گاهی از من میپرسند و میگویند شما چه فکر میکنید و منظورشان چه بوده است من میخواهم این گفتگوی مستقیم را داشته باشم نمایندگان مجلس عوام و اعیان بریتانیا مدت ها دولت این کشور را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی زیر فشار قرار دادند اما مقامات دولت میگویند ضروری نیست بیش از یکصد نماینده مجلس بریتانیا عواسط بهمن ماه 1402 از ریشی سوناک نخست وزیر این کشور خواستند تا در مقابل جنگ طلبی رژیم جمهوری اسلامی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی اقدام متناسب انجام دهد این نمایندگان به نخست وزیر محافظ کار بریتانیا هشدار دادند ما در قبال رژیم ایران به یک استراتژی جدید نیاز داریم نمایندگان در بیانیه هشدار دادند در میان درگیری های روبه افزایش در خاورمیانه میانه رژیم تهران سر مار است و از سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم و جلوگیری از صلح استفاده می کند. دولت بریتانیا بر این باور است که تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهدید علیه بریتانیا را افزایش می دهد و نه تنها هیچ نیروی مؤثری بر توان این کشور برای مقابله با سپاه اضافه نمی کند بلکه به دیگر اقدامات بریتانیا، اروپا، ایالات متحده و سایر متحدان علیه تهدیدات رژیم ایران آسیب می رساند. صحبت های وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور یک هفته پس از آن مطرح شده که نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز ششم اردیبهشت در قطعنامهی خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی شدند. صحبت های وزیر خارجه بریتانیا در حالی بیان شده که پس از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و نقش سپاه در افزایش تنش‌های میانه از جمله کمک این نهاد به حوسی های یمن درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه در بسیاری از کشورها مطرح شد. به دنبال انتشار فراخان روز معلم در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان ایران در روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت از تجمع سراسری معلمان خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات سنفی و سیاسی و حرکتهای برابری خواهانه در ایران شکل گرفته است طبق گزارش ها معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند. در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. همچنین تجمع اعتراضی فرهنگیان اسلام آباد غرب به مناسبت روز معلم در روز 13 اردیبهشت 1403 با وجود مخالفت و ممانعت نیروهای حراست برگزار گردید. در ادامه تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان علی گودرز در به اداره آموزش و پرورش برگزار شد. در خبر دیگر تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهر مریوان کردستان در به اداره آموزش و پرورش برگزار گردید که علا رقم حضور گسترده نیروهای امنیتی و یورش به معترزین معلمان مقاومت کرده و با آرام کردن شرایط به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. همچنین خبر می رسد که رضا امانیفر یکی از اعضای کانون سنفی معلمان بوشهر در جریان تجمع امروز معلمان این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس خبر شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران این معلم بازداشتی به مکان نامعلومی منتقل شده است این شورا پیشتر در فراخانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا در تجمع سراسری معلمان که روز 13 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می شود شرکت کنند ساعتی پیش قطنامه پایانی این تجمع هم در کانال تلگرامی شورا منتشر شده بود. در قطنامه پایانی صادر شده برای این تجمعات با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان به دلیل گرانی و تورم آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبهگر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان با یادآوری اصل سی قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تأکید کرده تغییرات مرد سالارانه در کتب درسی تختعه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه های علوم دینی بر آموزش و پرورش حاصلی جز نفرت پراکنی، دو بیسازی و دینگوریزی نداشته است. آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان سنفی آموزش رایگان برای تمامی دانش آموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمن سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی سازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مرد سالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان از جمله مطالباتی است که در قطنامه پایانی این تجمع مطرح شده است. به دنبال انتشار این فراخان در روزهای گذشته گزارشهایی از تهدید و احضار معلمان و کنشگران سنفی در منابع مستقل منتشر شده است روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1403 اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان تهران توسط اطلاعات سپاه احضار شد آقای عبدی پیشتر از تیرماه ماه 1394 تا آذر 1402 برای گذراندن دوران محکومیت خود در حبس بود و با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و تودیع وسیقه از زندان آزاد شده بود. علاوه بر آقای عبدی بسیاری از فعالین سنفی معلمان نیز در روز معلم به نهادهای امنیتی احضار شدند و آنها را تهدید کردند که در تجمع اعتراضی و مناسبتی معلمان در روز معلم شرکت نکنند تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شده که طی سالهای گذشته دهها معلم در سراسر سر کشور به دلیل فعالیت های سنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند.